دعا شروع میکنیم. خداوند تو رو شکر میکنم برای کاری که در میان ما شروع کردی، خداوند برای کلامت که وسیله دست روح القدس برای بنا، برای تجهیز، تو رو شکر میکنیم که انتخاب کردی خداوند. اگر در این کلاس شرکت میکنیم، ما صدای تو رو شنیدیم خداوند و تو رو خداوند اطاعت کردیم تا اینجا آمدیم. دعا میکنم امشب در این جلسه خداوند روح تو ریخته خداوند، کلامت رو روز به روز، آیه به آیه برای ما زنده کن، تا کلام زنده تو ما رو زنده کنه و خادمین عهد جدید باشیم، نه خادمین شریعت و مذهب، بلکه خادمین روح القدس تو و کلام زنده تو خداوند. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. اول کتاب داوران و روت رو امروز مرور میکنیم. کتاب داوران و روت، کلمه کلیدی داوران دوره هاست. اگر جزوه رو خوندی میدونید که دوره ها چیه، یعنی چرخ و فلک، یعنی برو بالا هی بیا پایین، برو بالا بیا پایین. و وضع روحانی قوم یهود رو میگه، قوم اسرائیل رو میگه در اون 350 سالی که این کتاب نوشته شده، چطور هی برو بالا هی بیا پایین، هی قوی باش، به خود توبه کن، برگرد دوباره در گناه. و این هفت دوره رو که هفت بار قوم اسرائیل از خدا دور میشن، گناه میکنن، در اسارت میفتن، توبه میکنن، برمیگردن، آزاد میشن، هی این چرخ فلک هفت بار میگرده. خدا رو شکر برای صبرش، برای همین اسمش دوره ها هست. در این شکل میبینیم که چطور بعد از یوشع، آخرهای کتاب یوشع، چطور این اقوام مختلف در جاهای مختلف قوم در زمین ساکن میشن. هر رنگی یکی از اقوام 12 گانه قوم یهود هست که در جاهای مختلف هست و نشون میده، اسمش هم نوشته، فقط آشنا باشید اگر بعد تو میتونید اون رو با دقت نگاه کنید. حالا بررسی، اولا کتاب داوران بعد از کتاب یوشع است. کتاب یوشع داستان به کجا ختم شد؟ به اونجا ختم شد که قوم زمین رو تقسیم کردن و درش ساکن شدن. حالا بقیه داستان رو میگه. پس قوم همونطور که تو این نقشه دیدید در جاهای زمین کنعان رو تقسیم کردن و ساکن شدن و حالا چند تا نسل پشت نسل میگذره و تاریخ این قوم رو و وقایع تاریخی رو در طول 350 سال میبینیم که در این 350 سال هفت بار اینها یک چیزی رو دنبال میکنن. دلایل قسمت اول دلایل دوره ها هست که یعنی در اصل یه مقدمه میده. لب مطلب داوران اینه که قوم مرتب گناه میکنن، دوره ها یعنی همین، مرتب گناه، مرتب از خدا دور، در اسارت، توبه، بازگشت، همینطور. برای همین اسمش دوره ها هست. ولی اول قبل از اون که اینو توضیح بده یه مقدمه میگه، یعنی قبل از اون که به تاریخ برسه میاد فصل 1 تا 3 میگه که چطوری اینها با کنعانی ها زندگی کردن، یعنی کنار اومدن و چرا این دوره ها به پیش اومد. پس دلایل دوره ها فصل 1 تا 3 و بعد جنگ و بعد خود دوره ها رو توضیح میده فصل 3 تا 16 که اونجا هی مرتب جنگ، شکست، اسارت، پیروزی، مرتب این هفت دوره رو میبینیم. و بعد اینجا جنگ با کنعانی هاست و آیه 17 فصل 17 تا 21 وضع روحانی در طی دوره ها که میگه دیگه اون آخر زندگیشون از لحاظ روحانی مرور میکنه. یعنی فصل اول یه مرور از پیش میکنه که دلایلش چی بود، فصل آخر یه مرور روحانی میکنه که اینا دلیلش این بوده که اینا با از لحاظ روحانی شبیه بابا همون دنیا شدن، مثل خود ما که اگر همه اینا رو به خودمون برگردونیم، مثل بالا پایین رفتنهای خودمونه، هی توبه هامون، هی برگشتنامون. و بعد نشانه هاش و شباهتی که هست این که کم کم کلیسا یا ایمانداران کم کم با گناه کنار میان و شبیه اصلا دنیا میشن و همینو در زندگی این عزیزان دیدیم. یک تو هر یکی از این دوره ها 5 بخش رو میبینیم، 5 بخش. یک، سرکشی، گناه و دوری، یعنی اینایی که 7 بار این اتفاق میفته. 7 بار هم تقریبا مثل 7 نسله، برای هر نسل این دوباره اتفاق میفته. اولش سرکشی و گناه و دوری از خداست و بعد شکست و بندگیه، بعد از گناه میکنن، دوری از خدا،
در مقابل دشمنانشون شکست میخورن، در اسارت فلسطینیا و بقیه اقوام میفتن، بعد تو اون اسارت آه و ناله و داد و فریاد خداوند غلط کردیم ما رو نجات بده، یه غلط کردم و توبه هست، و بعد خداوند این تو این توبهشون یه نفر رو بلند میکنه که رهبرشون باشه، اینا رو جمع کنه و اینا رو از دست دشمنانشون آزاد کنه، نجات از دست دشمنان. و شماره پنج چیه؟ آرامش و برکت. دوباره یه دوران آرامش و برکته. بعد از پنج شیش چیه؟ همون یک اولیه، دوباره سرکشی. و وقتی آسایش و آرامش هست، معمولا ایمانداران کم کم با دنیا یکی میشن و در گناه میفتن. اینو مرتب میبینیم. آیه‌ای که مرتب میگه هر کس آنچه که در نظرش پسند میامد میکرد. یعنی بخوایم این روحیه اینا رو بسنجیم، هر کس ما دلمون اینه دیگه، من خدا رو به این راه خودم میپرستم، فکر من اینو میگه، من راه خودم اینه، حالا تو راه خودت، منم راه خودم. یعنی هر کس اون چیزی که تو دلش بود و این هرج و مرج روحانی و این بی‌اطاعتی و گناه از همون پیش اومد که هر شخص گفت من به خدا چیکار دارم، به نظرم هر چی درسته همون انجام میدم. و همون چیزی که تو دنیای امروز میبینیم، همون چیزی که تو حتی تو آمریکا میبینیم. آمریکا در ریشه هاش یه مقدار مسیحی بود، هیچ وقت آمریکا یک کشور مسیحی نبود، ولی ریشه هاش یه مقدار رو مسیحیت بود. الان میبینیم هر چقدر جلو میره میگن ما اون چیزی که به فکر خودمونه، قانونی که میذاریم به فکر خودمون، خدایی نیست، ببینیم چی برای به نظر ما درسته. و بعد میبینیم همینطور کشور به قهقرا میره از لحاظ اخلاقیات، حتی از لحاظ اقتصادی میبینیم که آمریکا داره به قهقرا میره. مخاشفه عیسی مسیح در این کتاب، عیسی مسیح رو چند جا میبینیم. آها، یه چند تا عکس دارم میخوام نشون بدم. اولا در کتاب داوران خیلی تاریخ رو میگه دیگه، میگه این اومد، منم دبوره اومد، شمشون اومد، همینطور خیلی وقایع تاریخی رو میگه. و خیلی از اون چیزهایی که تو کتاب داوران میگن و از زیر خاک بیرون کشیدن. و تمام چون 100 سال پیش میگفتن اینا چیه، مثلا کتاب مقدس داستان ساختن. و ولی تو این 150 سال اخیر که خیلی از چیزها رو از زیر خاک بیرون کشیدن، باستان شناسی هر چی بیرون کشیدن، ثابت کرده که کتاب مقدس درسته. من اتفاقا کاش اینو ضبط بکنم از کامپیوتر. پریشب توی یه قسمت از این کلیپ‌های اخباری روی کامپیوتر یه کلیپ زدم، همین اخیراً یک توماری رو به دست آوردن، مال 100 سال قبل از مسیح، و خود یهودی‌ها اینو به دست آوردن، و خود اون عالم یهودی میگفت این مال 100 سال قبل مسیح. و بعد میخون که میگفت طبق این تومار تو یهودیان رایج بوده که جبرئیل به بشر اینو اعلام کرده که روزی مسیح به روی زمین خواهد آمد، برای گناهان بشر جان خود را خواهد داد، به صلیب کشیده شده و بعد از سه روز زنده خواهد شد. همه اینا تو این تومار بود. و اینا خود اونایی که یهودیایی که اصلا به مسیح ایمان نداشتن، خود ریشه چیز میگفت بله این مال اون 100 ساله. و این و خیلی البته ایمان نمی آورد، ولی میگفت این نشان میدهد که در آن زمان بین یهودیان آمدن مسیح یک فکر رایج بوده است. و بعد اون CNN و اون چیز خبری اینو تهیه کرده بود. بعد آخرش تو اخبار CNN که خیلی دنیویه، طرف آخرش این نتیجه گیری کرد، گفت پس این تومار، هر چی که تو این تومار تأییدی هست بر این که مسیحیت درسته، فعلا خدافظ. یعنی اصلا توی یک کانالی که اصلا مسیحی نیست، حتی شاید یه مقدار ضد مسیحی هستن، یعنی هر چی که باستان شناسی پیدا میکنه تأییدی هست از کتاب مقدس. اینجا اون معبدی هستش که شمشون یادتون هست خراب کرد و اینو به دست آوردن، و میگن احتمالاً همین دوتا ستون بوده که انقدر به هم نزدیک بوده که اینو بستن و این ستون رو خراب کرده و روی سر همه اومده پایین. اینجا کیه؟ شمشونه که داره این ستونا رو خراب میکنه. این جدعون هست. من چند تا عکسای خوب پیدا کردم. جدعون یادتونه کی بود؟ جدعون با 300 نفر 30,000 نفر رو شکست میده و از خدا اطاعت میکنه. فقط میگه چیکار کن؟ خدا به شمشون میگه چیکار کن؟ میگه بابا زیادی هم هست، همه رو بفرست خونه 300 تا. بعد این 300 تا شب برید چیکار کنید؟ یک مشعل رو توی کوزه و با شیپور
و بگردید و بعد چیکار کنید؟ همزمان با دستور شمشون کوزه رو بشکنید، شما چیزا مشعلا روشن و شیپوراتون رو بزنید، دشمن شکست میخوره بدون هیچ جنگ. دشمن از خواب وسط شب میپره و هول میکنن و میزنن همدیگر رو میکشن و خداوند از این طریق پیروز میکنه. این عکس اون رو نشون میده. از یوشع به داوران وقتی مقایسه میکنیم خیلی چیزا برای ما باز میشه. از یوشع به داوران، یوشع آزادی رو میبینیم بعد بندگی رو. واقعا یوشع پیشرفت رو میبینیم که از لحاظ روحانی و از لحاظ کار خداوند جلو میرن، اونجایی اون چیزی که بعد خدا بهشون داده رو انجام میدن. ولی در داوران میبینیم همینطور از لحاظ روحانی، از لحاظ حتی کشوری همینطور پس میرن. پیروزی به وسیله ایمان، این ور هست شکست به وسیله بیمانی. این جدولی که توی دفترتونه رو با دقت نگاه کنید، خیلی قشنگ این دوتا کتاب رو با هم مقایسه میکنه. مکاشفه عیسی مسیح داوران رو میبینیم، چون داوران مثل عیسی مسیح نجات دهنده هستن، مثل موسی. این داوران مثل موسی های کوچک هستن که مردم داد و فریاد میکنن، خداوند ما رو نجات ده. خدا یک شخص عادی رو بلند میکنه و باعث میشه که قوم نجات پیدا کنن. بعد میبینیم که به جدعون ظاهر میشه. هر موقع که خدا در عهد عتیق ظاهر میشه کیه؟ عیسی مسیحه. به جدعون ظاهر میشه، میگه ای مرد خدا. بعد ای چی میگه بهش؟ مرد زور آوره، یهوه با توست. بعد جدعون میگه که آه ای خداوند. دیگه بر کی ظاهر میشه؟ بر مانوح ظاهر میشه در فصل 13. عیسی مسیح کلام خدا میگه از ابتدای عالم بود. این که عیسی مسیح خلق شد، نه، کلام خدا میگه او همه چیز برای او و وسیله او آفریده شد. یعنی خودش در خلقت دست داشت. عیسی مسیح نبود که خدایی بود حالا مثلا همون اوائل مسیح رو خلق کرد، نه، در ابتدای عالم عیسی مسیح بود. پس این ایده ای که مسیح نجات دهنده است، مسیح خدای جسم پوشیده به روی زمین خواهد آمد، یه دفعه به فکر خدا نرسید. از ابتدا میدونست نقشه رو و از ابتدا همچین نجات دهنده ای و همچین ایده ای رو خداوند داشت که برای نجات بشر من از قبل آماده هستم و این بشر احتیاج داره که من باشون رابطه روبرو داشته باشم. پس مسیح رو حتی در عهد عتیق مرتب در کتاب مقدس میبینیم که همچون شخصیتی خدای جسم پوشیده در تمام عالم وجود داره. فقط موقع در مریم باکره نبود، ایدهش همیشه بوده در ابتدای عالم، ولی در مریم این اون شکل گرفت که اون ماموریتش رو روی زمین انجام بده که آمدن به عنوان یک کودک، بزرگ شدن، به صلیب کشیده شدن. ولی در عهد عتیق میبینیم خیلی جاها یه چشمکی میزنه، یه جایی یه بله سلام علیکم هم میکنه به بشر، با بشر در رابطه روبرو هستش عیسی مسیح. با مانوح چی میگه؟ به مانوح میگه که بچه دار خواهی شد و بعد مانوح بهش میگه اسم تو چیه؟ فصل 13 آیه 18 داوران میگه اسم من عجیب است. کی عجیب؟ خود پیشگویی میگه که ولدی زایده خواهد شد نام او عجیب. پس این عجیب، کلمه عجیب، مال خدای جسم پوشیده است. حالا عیسی مسیح میگه من اون عجیب هستم. مکاشفه روح القدس، مسح روح القدس رو میبینیم بر این داوران. هر کدوم انسان‌های معمولی هستند که روح خدا برشون میاد، یه انسان‌های غیر معمولی میشن. یا جدعون ترسو، داستان جدعون رو میخونی، از ترس چه کار میکرد؟ میرفت چیزاش رو میکرد، قایم میکرد، اینا میان ازش ندزدن. مرد ترسو رو خدا میگه این مرد زورآور. با روح خدا میشه یک جنگجو جدعون که دشمن رو شکست میده. هر موقع روح خدا بر شمشون میاد، شمشون یه آدم معمولی گناهکار، کسی که خیلی جلوی همه چیز میتونه بیسته جز جلوی وسوسه. در مقابل دشمنان میسته، میزنتشون، ولی در مقابل یه خانوم خیلی ضعیفن ایشون، زانواش خم میشه جلوی خانوما. همچین شخصی رو خدا استفاده میکنه با وجود گناهانش، با وجود ضعفاش. خداوند میگه که از همین انسان ضعیف من، به خاطر نه به خاطر خودش که کسیه، به خاطر که قومم رو دوست دارم استفاده میکنم. میبینیم در چقدر خداوند از افراد
خودشون اصلا لیاقت و شایسته نداشتن استفاده میکنه برای برکت قومش. چه درسایی رو میگیریم؟ پس روح مس اون مشعلی که شمعون جد اون داره و وقتی که میگه بشکنید و اون مشعل بیاد بیرون، اون کوزه نشانه چیه؟ انسانیت ماست، درسته؟ اون شمع که بعد بشکنه تا اون شعله روح که در ما هست شعله ور بشه و بعدم بعد اعلام کرد، یعنی شکستن نفس، شعله ور شدن روح و اعلام کردن. اعلام، ما فقط اعلام میکنیم، دشمن رو شکست میده و میبینیم اون مشعل نشانه از روح القدسه. چه درسایی رو یاد میگیریم؟ اول اینکه خدا صبوره، اما به خاطر محبتی که به فرزندانش داره اونها رو تنبیه میکنه. واقعا در کتاب داوران یک چیزی که یاد میگیریم صبر خداست. بابا من خودم میخونم خسته میشم، حالا چقدر بابا هی توبه هی برگشت، خدا باز دوباره فرصت بهشون میده. خدا با ما هم خیلی خیلی صبر داره نداره؟ من وقتی به صبر خدا به خودم نگاه میکنم میگم اگر به جای خودم با خودم انقدر صبر نداشتم. آخه بابا بچه یاد بگیر درس تو، چند سال ایمان داری؟ بازم این زبونت، بازم این حرفت، بازم این کارت، بازم در مقابل اون وسوسه، بازم با یه توبه کن، بازم خداوند منو ببخش، بازم خداوند به دادم برس، خراب کردم، باز خداوند با ما صبر بلندمون میکنه. خدای صبوره، ولی خداییه که ما رو به خاطر گناهانمون محکوم نمیکنه ولی تنبیه میکنه. محکومیت با تنبیه چه فرق داره؟ تنبیه برای ساختنه، بله. محکومیت یعنی میبره میگه برو، تنبیه میگه بیا، برای تو امیدی هست، کمکت میکنم. تنبیه برای بناست، ولی محکومیت برای خرابی و از بین بردن و نابودیه. داوری خدا میکوبه میگه برو دیگه بر نگرد. تنبیه مثل یه پدره که درد رو داره ولی میگه بیا. بابا هیچ وقت نمیگه برو، میگه بیا. تنبیهت هم کردم. باباهای خوب، پدر مادرای خوب وقتی تنبیه میکنن، اونایی که برای تربیت فرزندان کتاب نوشتن، مسیحیانش میگن وقتی بچه‌تو تنبیه کردی تنبیه بکن، نکنی از خدا بی اطاعتی کردی، ولی بعد از اون که تنبیه کردی بلافاصله پشتش بغلش کن، نذار بره، دست کتکشو بزن، دست رو دستش بزن، این کار غلط بود، ولی همونجا هم پشتش بغل کن، هم تنبیه و هم بغل. خداوند همین کارو با ما میکنه، همین کارو با داوران میکنه، با تو دوره داوران تنبیهشون میکنه، به دست حتی دشمن میسپرتشون. چقدر خود ما گناه میکنیم، خود ما اسیر این دنیا میشیم، خود ما تو درد سر میفتیم و خود ما صدامون بلند میشه خداوند به دادم برس، باز به دادمون میرسه، باز ما رو برمیگردونه، باز حضور شیرینش برای ما هست، باز یه دوران راحتی میاد، باز چی میشیم؟ باز کم کم وسوسه ها همون زندگی قبلیمون رو یه مقدار توش میریم، یه خورده استانداردامون پایین میاد و باز خداوند با ما لطف داره. ولی تنبیهاتش رو ببینید، تو هر دوره یه تنبیه هم بود، میخواید اینطوری زندگی کنید؟ باشه، برید در اسارت، بذارید شیطان کتکتون بزنه که منو صدا کنید. میخواید اینطوری زندگی کنید؟ بکنید. خدا به سرشون نمیاره ها، فقط خدا میگه بابا میخواید اینطوری بیاد، باشه بکنید، بذارید ببینید اینطوری زندگی کنید چی میشه. اینطوری زندگی کنید اسیر دشمن میشید، اینطور زندگی کنی، در گناه زندگی کنی، خودت ضرر میبینی، نتیجهش رو میبینی، ولی باز خداوند ما میاد و ما رو بلند میکنه. دوم، خطر بزرگی که ما ایمانداران رو، ایرانی رو تهدید میکنه این که ایمانمون رو به فرزندانمون انتقال ندیم. همیشه یک نسل باقی مونده تا اینکه مسیحیت از بین بره. بعضی از کشورهای اروپایی که الان مسیحی توشون 1-2%، یه نسل دو نسل برمیگردی مسیحیت 70-80%شون مسیحی بودن، ولی چون به بچه‌هاشون منتقل نکردن، در عرض یک نسل میتونه مسیحیت ضعیف بشه. و این خطر برای ما که خدا در میان ما ایرانی ها کار میکنه است، چون ما تجربه‌ای نداریم، ما تاریخچه‌ای نداریم که بگیم آها بچه پدران ما اشتباه کردن حالا ما درست عمل کنیم. پس ما که نسل اول مسیحیان هستیم چقدر مهمه حواسمون باشه، از دیگران عبرت بگیریم، از اروپا عبرت بگیریم، از داوران عبرت بگیریم، که اگر ایمانمون رو درست به بچه‌هامون منتقل نکنیم، بچه‌های ما اولا در بدبختی میافتن
اسیر این دنیا میشن، دومی که نه لزوما دنبال خدا برن، از خدا دور میشن. حواسمون باشه در این کلیسا یا در هر کلیسای ایرانی خدمت بچه ها یا هر پدر مادر، انتقال ایمانتون به بچه ها جزء وظایف اصلیه. یعنی نکنیم به خدا جوابگو هستیم. خداوند اینو تو کلامش به ما یاد داده، در داوران به ما یاد داده، در تثنیه به ما یاد میده که اینو به بچه هاتون منتقل کنید. یکی از بهترین خدمتهایی که توی کلیسا میتونید بکنید کانون شادیه. متاسفانه ما خیلی اونو خیلی کم میبینیم. میگیم خب فکر میکنیم بچه داریه، خب یکی بچه هامونو نگه داره. نه، بچه داری نیست. از لحاظ دراز مدت قوی ترین خدمتیه که میتونید برای خدا بکنید. برید به این بچه ها کلام خدا رو بگید، بناشون کنید، بسازیدشون. بسیاری از بهترین خادمین دنیا میگن ما 3-4 سالگی ما آوردیم و اون معلم کانون شادی ما بیشترین تأثیر رو تو زندگی ما گذاشت تو همون 5-6 سالگی. تشویقتون میکنم کانون شادی خدمت کنید، نه برای اینکه حالا احتیاج هم مثلا بچه دارید، نه، با رویا خدمت کنید، با دید خدمت کنید. بچه ها رو 15 سال 20 سال دیگه ببینید، مردان و زنان خدا که برای خدا ایستادن. زود میگذره ها. من بچهای جوانان نگاه میکنم، دلبر میبینم که میخواد ازدواج کنه، میگم این همین چند روز پیش بود. من خودم توی کانون شادی تو اون قسمت بچه ها کلیسا شروع شده بود، اونجا خدمت میکردم، همین چند روز پیش کنش رو عوض میکردم اون پشت. کوچولو کوچولو چقدر سری میگذره، چقدر موقعیت رو از دست میره. دعا میکنم بچه ها رو جدی بگیرید، چه بچه های خودتون رو، چه بچه های کلیسا رو. سوم چی؟ تحمل گناه دیر یا زود به این میشود که آن گناه را بپذیریم. قوم یهود اول گناه رو پذیرفتن، گفتن ما اینا کار نداریم، اینا کار خودشون رو میکنن دیگه، ما این وریم اونم اون، خب اون بر دارن کارشون رو انجام میدن، باشن، خب حالا بیان ما هستم، بخواب کارشون انجام میدن، ما که کاری ندارن که. ولی وقتی گناه رو تو زندگی تحمل میکنی، مثل اینکه بگی من ویروس رو تو بدنم میخوام تحمل کنم، یا اگه تحمل کنی ویروس تو رو نابود میکنه، یا بعد ویروس رو نابود کنی یا ویروس تو رو نابود میکنه. با گناه نمیشه بازی کرد، با گناه نمیشه کنار اومد. یکی از دروغهایی که ما انسانها و خود من مرتب هست اینه که، و یه دروغ وسوسه، میگه خب حالا یه ذره کش کنه، حالا بابا حالا این فیلم، حالا این سوال چی شد، حالا اینقدر مذهبی نباش. ولی همون چیزهای کوچیک آدمو میکشونه، فکر و دل و بعد میبینی همونطوری، حالا از لحاظ فکری، از لحاظ گناهان جنسی، از هر لحاظ گناهان فکری، از لحاظ دروغ، از هر چی که هست، میگه بابا حالا اینو گفتی اینطوری بود، نگفتی، حالا یه تقریبا حقیقت همینه دیگه، حالا یه اینقدرم خشک مذهبی نباش. یه مقدار آدم کوتاه میاد، یه مقدار تو معیارش کوتاه میاد و بعد در گناه میفته. خدا از انسان‌های ضعیف استفاده می‌کنه که با ایمان در او قوی شده و قومی را از اسارت شیطان به حضور خدا راهنما شوند. وقتی که داوران رو می‌خونیم، انسان‌های عادی هستن، حتی انسان‌های غیر عادی، ترسو، یه زن دبوره، تازه تو اون زمان یه زن رو خدا بلند می‌کنه. اونایی که میگن زن نباید خدمت بکنه، من یکی از چیزایی که می‌زنم و چیزشون میشه نمیدونم چه جوری جواب بدن، میگن زن نباید در کلیسا خدمت، زن نباید صحبت کنه، نه زن نباید. بابا خدا خودش دبوره رو انتخاب کرد، هم رهبر کشوری بود، هم رهبر روحانی، هم نبیه بود، هم از لحاظ روحانی تمام کشور رو لید میکرد و هم از لحاظ سیاسی خدا هم انتخابش کرد، نکرده بود. خدا جایی اومده گفته آقا غلط کردم، اشتباه کردم، منو ببخشید. من اونجا اینجا میگم زنان نباید خدمت کنن، اونجا ببخشید دیگه، ما از دست ما در رفت. خدا انتخاب کرد و خدا دیروز امروز تا به ابد همونه. تازه در عهد جدیدی که روح خدا بر همه میاد، آیا از عهد عتیق کمتره که خدا روح خدا بر یک زن بیاد و نبوت کنه، خدمت بکنه؟ دبوره رو میبینیم، زنی که اونایی که مخالف خدمت زنن بیچارا نمیدونن با این دبوره چی کارش کنن، میگن کاش تو کتاب مقدس نبود، ما خیالمون خورده راحت تر میشد. ولی خدا دبوره رو انتخاب کرد، جد اون رو خدا انتخاب کرد. برای پیروزی های بزرگ به افراد زیاد احتیاج نداره خدا. این فکر انسانیه که میخوایم لشکر کشی کنیم، میخوایم جمع کنیم،
میخوایم کاری بکنیم، میبینیم خب چند نفر هستیم. خدا به چند نفر نگاه نمیکنه، نگاه میکنه چند نفر امین، چند نفر مطیع، چند نفر با ایمان، و همیشه کاراشو با تعداد کم پیش میبره. خدای اقلیت هاست، همیشه کاراشو با اقلیت جلو میبره، با اکثریت نه. یادتون اونجا رای گیری کردن 12 نفر رو، اکثریت درست بودن یا اقلیت ها؟ اقلیت. خداوند کارش رو بغیره. پس وقتی مثلا میگیم خداوند ایران ما رو نجات بده، فکر میکنیم حالا مثلا یه لشکر عظیم، مثلا 1,000,000 مثلا ایماندار جمع میشن، میگن آتیش میرن مثلا ایران رو به مسیح هدایت میکنن. نه، خدا به 1,000,000 احتیاج نداره. البته دعا میکنیم 1,000,000 و 10,000,000 بیشتر هم ایمان بیارن، چون خدا میخواد ایران رو ایرانی نجات بده. ولی میدونید که نجات کشور ما به 1,000,000 نیست، به 30,000 نفر نیست، با تعداد کمیه، با 300 نفر، با 30 نفر. 30 یا 300 نفر افراد امین میتونن یک کشور رو حرکت بدن. 12 رسول عیسی مسیح که یکیشون هم خائن بود، دنیا رو تکون دادن. ندادن؟ خدا با تعداد کم عمل میکنه. ولی کیفیت، این 32,000 نفر بودن و با جدون پسشون میفرسته. یه سری رو یادتونه میگه هر کی میترسه برگرده، یه سری برمیگردن. بعد میان آب بخورن، میگن که اونایی که آب اینطوری میخورن اونا رو نگه دار، اونایی که اینطوری میخورن اونا رو بفرست خونه. اون از اونا نمیخوایم، از اونا میخوایم که حواسشون جمعه، حواسشون تازه برای دیگری جمعه. یعنی کسی که سرش بالاست پشت کیو داره؟ مواظب کیه؟ مواظب برادرش، مواظب خودش داره. اگر اینطوری میکرد، کسی که سرش بالاست یعنی افرادی رو انتخاب میکنه که حواسشون به برادرشونه که برادرشون ضربه نخوره. این نوع افراد رو انتخاب میکنه. بفرمایید سری. آها، بله اونایی که، بله اونایی که حواس، بله اونایی که چیزه جسمانیشون مهمتر از ماموریتشونه. دعای من همیشه این بوده، خداوند 300 نفر از نوع افراد جدعون بده تا با هم بتونیم ایران رو تکونش بدیم. 300 نفر افرادی که مثل بچه های جدعون، سربازان جدعون، شجاعان، میگه آزموده شده، فصل 7:4، شجاع هستن، جرأت دارن، آزموده شده یعنی کارو بلدن، یه چیزی یاد گرفتن، همینطوری نشستن، تربیت شدن در کلام، مثل شما که دارید تربیت میشید، نشستن تربیت شدن، مجهز شدن، و بعد هوشیار، حواسشون جمع، همون مسئله آب میبینه چشاشون، و مطیع. جدون بهشون میگه جمع بشید و اینا، نمیگه آقا این کار، آقا ما مخالفیم، ما فکرای دیگه داریم، بیایم رأی‌گیری کنیم ببینیم با جدعون بریم یا نه. جدعون میگه بابا خدا اینو گفت. چشم جدعون، به خاطر پیروزیه ما اطاعت که میکنیم، به خاطر انسان نیست. جدعون کیه؟ جدعون رو مردم قبولش نداشتن. وقتی که میگیم میخوایم خدا رو خدمت کنیم و از هم اطاعت میکنیم، اون اطاعت برای اینکه میخوایم به هدف بزنیم، نه اینکه کشیش کیه، جرمز کیه، فلانی کیه. یه انسانی بیش نیست که شایسته و لیاقت اطاعت داشته باشه. جدعون لیاقت اطاعت نداره، یه آدم ترسو، ولی چون خدا او رو انتخاب کرده و داره منظم میکنه که یه کار عظیم انجام بشه، همه میگن چشم، حاضریم. یعنی تو خودت مثل یکی از ما هستی، بعضی از ما از تو هم شجاعتر بودیم، ولی چون خدا تو رو انتخاب کرده و میخوایم کار انجام بشه، چشم. شمعون بهشون میگه این کارو بکنید، چشم، جمع بشید. بله، هر موقع من علامت دادم کوزا رو بشکنید، چشم. اونجا که آب میخورن یه سری رو میفرستن، نمیان هیچ کدوم، میگن آقا چی میگی؟ محبت محبت، چرا اینا رو فرستادی خونه؟ یه سری مثلا قرقر شکایت، چرا اینا رو فرستادی خونه؟ یا میگه آقا یعنی همه ما کار سر گردن ما، اینا برن تو خونه هاشون بشینن، ما بریم جنگ؟ آقا قرقری از اینا نمیبینیم. سرباز جد اون قرقر نمیکنه، میگه همه هم برن خونه هاشون، شمشون جد اون من ایستادم. آیا همچین سربازی هستین؟ سربازه جدعون قرقر نداره که بگن حالا چرا اینو انتخاب کردی، ما رو انتخاب نکردی، حالا چرا اینو فرستادی خونه، چرا اصلا تو اصلا بی عدالتی.
اینا هم اومده بودن، حالا اینا دلشون خوبه دیگه، اینا میخواستن بیان دیگه، میخواستن اینا بیان جنگ کنن دیگه، چرا حالا اینا رو دلشون رو شکستی فرستادیشون خونه؟ اینا میخواستن بیان دیگه تا اینجا اومدن. از این حرفا چرا؟ چون ماموریت عظیمی در پیشه، چون میدونیم خداوند عمل میکنه. سرباز جدون، ما سربازگیری میکنیم اینجا، چند نفر سرباز جدون هستیم؟ پشت کار، حاضر به مرگ. حاضر به مرگ یعنی اینا میدونن بابا ما 300 در مقابل 30,000 چیزی نیستیم. پس واقعا اونا که نمیرسن برنده میشن، اونا با اطاعت رفتن، ولی یعنی حاضر بودن اگر لازم شد بمیرن، ولی خدا اجازه نداد بمیرن. آیا میخواید یکی از این 300 باشین؟ آیا میخواید همچین روحیه‌ای داشته باشیم؟ خدا از ما برای نجات کشورمون استفاده کنه. سربازه ایستاده از میدون در نمیرن، مطیع، همکار، هماهنگ. چطور با هم هماهنگ کار کردن؟ کارهای تیمی، تکرار نیستن. آقا حالا 299 ما با این 299 من فرق دارم، چرا همه رو یکی میخوای چیز کنی؟ ما آقا ما یکی فرق داریم. اونا میخوان اینوری بچرخن، من میخوام اینوری بچرخم. اونا میخوان چیز بشکنن، من میخوام اول شیپورمو اول بزنم. چرا شما میخواین شیپور آخر بزنیم؟ من دوست دارم خدا منو هدایت کرده شیپور اول بزنم. همه با یه نفر همه چیزو خراب میکنن. ولی خداوند، بازم میگم، اطاعت در ایمان مسیحی اون اطاعتی که در دنیا هست نیست، که من بالاترم پس ساکت شو، پس حرف نزن، اینو نمیگم. ولی اطاعتی که از روح خداست، میگه این از خدا هست، روح القدس داره عمل میکنه، پس ای خداوند من با تو هماهنگ میشم. اگر از این رهبرم دارم اطاعت میکنم، به خاطر توست، به خاطر کار توست، و به خاطر اینکه به هدف بزنیم. اگر میخوایم تو این کلیسا اون نظم باشه، اون اطاعت باشه، اطاعتی نیست که حالا یکی به خودش مغرور بشه، آقا ما بالاتریم، همه از ما اطاعت میکنن. نه، چرا در کلیسا اطاعت میکنیم؟ چون میخوایم یه هماهنگی باشه که بتونیم بریم هدف بزنیم، بریم گل بزنیم، بریم شیطان رو شکست بدیم. دشمن تو این بین خودمون نداریم، دشمن شیطانه، دشمن بیرون از ماست، زده هم نیستیم که تو چرا حالا سر باشی، حالا چرا من از تو چرا از این حرفا رو میذاریم زیر صلیب عیسی مسیح. به خاطر هدف نجات جانها اونجاست که میگیم چشم قربان، تو از من بالاتر نیستی، ولی چشم قربان با هم عمل میکنیم، من با تو همسانم، من هم مثل تو نجات دارم، شاید حتی عطیه من از تو بیشتر باشه. بعضی از شما ممکنه خیلی چیزها رو از من بهتر انجام بدید، از رهبران کلیسا بهتر انجام بدید، ولی باز به خاطر کار خدا میگه چشم، این نظم رو، این هماهنگی رو من میخوام حفظ کنم تا کار خدا جلو بره. اطاعتی که در ایمان مسیحه به خاطر دید و رویاست، اطاعتی که از جدون میکنن به خاطر دید و رویاست که خداوند از طریق این گروه نجات بده. سربازگیری مسیح زوری نیست. چند نفر میخوایم سرباز جدون باشیم؟ دعا میکنم اینا باشید ها، میگیم می هستیم. من توی چندین سال دیدم هر موقع میگم ما هستیم، ولی مدتی میگذره میگم نه، خیلیاشون نیستن. خیلی آقا ما هستیم، اولین چیز من دیگه کلیسا نمیام، اولین بحران، بابا تو میخوای سر شیطان رو بکوبی، یه پفت کردیم خوابیدی، یه پفت کردیم از میدون در رفتی، بعدا میگه من سرباز جدعون ایستادم تا با آخر پای جون. پای جون چیه؟ یه دونه بی احترامی شنیدی رفتی، چاقو نخوردی، ولی با یه زبان، یعنی شیطان همینطور یه پفت کرد رفتی. سرباز جدعون دید و رویا داره، مطیعه، میسته، هماهنگ با دیگران، و تا با آخرش میسته تا نجات، تا ماموریت خدا انجام بشه، نجات قوم. دعا میکنم باشید، دعا میکنم باشی. خودم میگم خداوند تا با آخر میخوام بیستم. گاهی سخته، ولی میگم خداوند رو میستم. گاهی آسون نیست، گاهی ترس داره. این 300 نفر دارن میرن، میگن 30,000 نفر اینجا هن. بعد تازه چیکار کنیم؟ ظرفا رو بشکنیم؟ تازه چیکار کنیم؟ شمع رو روشن کنیم، بگیم آقا ما اینجاییم. یعنی آقاً مثلا آدم حمله میکنه، میره تو تاریکی‌ها قایم میشه که دشمن نفهمه که تو اونجایی. میگه حالا این مشعلم روشن کن، همه دشمن بگن آقا ما اینجاییم. میخوای بار بگی بیا اینم مشعلم دست منه. فریاد افسه بزنیم. خداوند دعا میکنم که سربازان جدعون بلند کنی. خداوند از میان ما، از میان هر عزیزی که این درس رو میگیره، خداوند روح تو عمل کنه، نه انسان، روح تو بریزه. خداوند بلند کنی مردان و زنان امین، مردان و زنانی که برای تو تا به آخر میستن. خداوند اونایی که به خاطر نام تو در اطاعت و هماهنگی هستن،
اونایی که شجاعانه خداوند، به نام اونایی که هوشیارن خداوند، روح خود را بریز و سربازان خودت رو برای نجات ایران جمع کن، نه سربازان جسمانی که بخوان بکشن، بلکه سربازان روحانی که بخوان زنده کنن خداوند، در نام عیسی مسیح. آمین، آمین. میریم کتاب روت رو بلافاصله بعد از داوران. روت کلمه کلیدیش محبت و وفاداریه. داستانش رو خوندید، یک زنی اسمش چیه؟ نعومی. روت به معنی دوستیه. یه زنی به نام نعومی پا میشه میره به خاطر قحطی. این در دوران زمان داوران اتفاق میفته. چرا قحطی شده؟ همون یکی از اون دوره هاست. پا میشن از بیت لحم، یعنی شهر چی؟ شهر نان، تازه باید در برن، نون نیست. وقتی در گناه هستیم، اون جایی که باید شهر نان باشه نون پیدا نمیشه. وقتی قوم در گناه، وقتی کلیسا در گناه، کلیسایی که باید محل آب حیات و نان حیات باشه، میبینی اینجا نون هم پیدا نمیشه، خشکیه تو کلیسا اگر در کلیسا در گناه باشه. پا میشن میرن، میره اونجا و بعد داستانشو میدونید که پسراش، شوهرش میمیره، پسراش میرن، دو تا عروس براش میمونه، دو تا عروسی که یهودی نیستن و بخواد برگرده، عروساش میخوان باهاش بیان، اصرار میکنه میگه نه شما بمونید دخترانه، شما مال اینجا هستی، زبان اینجا رو بلدید، فرهنگ اینجا بلدید، اینجا بالاخره فراوانی هست، با من نیاد. اصرار میکنه، یکیشون عرفه میمونه، ولی روت یکی از عروساش میگه نه، تا به آخر با تو میام و باهاش برمیگرده. داستانشو میدونید، با بوعز ازدواج میکنه، یک ازدواج عالی، و بعد جان و بعد خدا او را و نسل او را برکت میده. یه چیز جالبه تو روت، میدونید خدا چرا روت رو اینجا گذاشته؟ روت غیر یهودیه، خدا رو میشناسه و تو اون قحطی خدا برکتش میده. در حقیقت خدا این کتاب روت رو گذاشته به یهودیا، به یهودی های تو دوره داورا، میگه با خجالت بکشید، شما خودتون میگید که ما قوم خدا هستیم، ما یهودیان خدا رو میشناسیم، بابا شما انقدر خراب کردید، یه زنی که قبولش ندارید غیر یهودی از شما با ایمان تره، این انقدر ایمانش قویه، مثلا یه کتاب به نام اون کردم، مثلا داستان اونو من نوشتم، داستان بی‌اطاعتی های شما رو نوشتم. کتاب روت یک تضادی داره با کتاب داوران. در این جدولی که داریم وفاداری و عدالت و پاکی روت رو می‌بینیم، داوران گناه و ناپاکی، دنبال روی از خدای حقیقی بت پرستی، تعهد بی‌وفایی، محبت شهوت، یعنی کاملاً زندگی روت با داوران، با یهودیان، حالا یه غیر یهودی بی ایمان که بعد ایمان میاره و یک سری به اصطلاح ایماندار. بررسیش محبت و وفاداری هست، دو قسمت داره و پاداش محبت و وفاداری. اون اولش در وفاداری به نسبت به نعومی میمونه و بعد قسمت بعدی پاداش محبت و وفاداری با آشنایی روت و بوعز هستش که با هم ازدواج میکنن. مکاشفه عیسی مسیح، بوعز نمونه ای از عیسی مسیحه. بوعز ولی هست. این کلمه ولی خیلی مهم و جالبه، چون عیسی مسیح و خداوند ولی ماست. زیرا میدانم ولی من زنده است. کی؟ یادتون هست؟ ولی، بوعز ولی، این کلمه ولی که بوعز شباهتی با عیسی مسیح، ولی کسی بود که از فامیل، برای کسی که در اسارت بود یه نفر از فامیل میتونست بیاد اینو بخره و آزاد کنه، ولی اول باید فامیل میبود، دوم باید خودش آزاد بود، سوم باید قدرت مالی داشت. و بوعز اینجا ولی میشه، هم فامیله، هم دستش به میرسه، میتونه انجام بده، هم خودش آزاده. و به همین نمونه ای از عیسی مسیحه که مثل ما جسم پوشید ولی مثل ما اسیر نیست، خیش و قوم ماست. عیسی مسیح، یک پدر داریم، عیسی مسیح برادر برای ما هست، از لحاظ روحانی برادر بزرگ. عیسی مسیح جانش رو داد، خودش آزاده، بها داد و ما رو آزاد کرد. از این لحاظ بوعز با عیسی مسیح از لحاظ روحانی نعومی رو می‌بینیم، شبیه روح القدسه.
در این داستان از لحاظ تشبیه ما روت هستیم، نعومی که روح القدس با از عیسی مسیحه و نعومی روت رو با بوعز آشنا میکنه، همونطور که روح القدس ما رو میبره به سوی عیسی مسیح که با مسیح آشنا بشیم. چیزایی که از اینجا یاد میگیریم، در هر خانواده و در کلیسا یه میتوان دو تا رابطه داشت. یه رابطه هست از نوع عرفا، عروس بزرگتر و بعد روت. فرقشون چیه؟ عشق نه عرفه عشقو داره، میخواد حتی دوست داره با مادر شوهرش بمونه، ولی عشقش محبتش تا یه جایی میره، تا یه جایی هست بعد قطع میشه. میگه وقتی اصرار میکنه میگه که تو برو، اون میگه باشه من میرم. ولی وقتی به روت نعومی اصرار میکنه میگه بابا برگرد، روت چی میگه؟ میگه بر من اصرار مکن که تو را ترک کنم، از نزد تو برگردم. هر جایی که روی میایم، هر جایی که منزل کنی منزل میکنم، قوم تو قوم من، خدای تو خدای من، هر جایی که بمیری میمیرم و در آنجا دفن خواهم شد. خداوند به من چنین که بلکه زیادتر از این بکند اگر چیزی غیر از موت مرا از هم جدا سازد. این اون رابطه الهیه، رابطه‌ای که دیگه قراردادی نیست که حالا میگه نه میمیرم تا به آخر باهات هستم. هیچ چیزی تو را اصرار نکن، یعنی اگه تو منو کنار بذاری من تو رو کنار نمیذارم. در حقیقت مادر شوهره میگفت بابا برو، تردشون میکرد، یعنی داشت میگفت نمیخوام با من باشی، دوست دارم ولی چرا با دنبال من میام، همینجا بمونید دیگه. ولی روت میگه نه، تو به آخر باهات هستم. من دعای من و اینه که تو کلیسا روابط ما از نوع روت و نعومی باشیم، نه عرفه. روت نعومی میگه بابا برو. یکی از ایمانداران کلیسا یه جمله قشنگی گفت، اینقدر دل منو گرم کرد، گفت شرموز تا با آخر با کلیسا هستن و با تو، و گفت اگر از در منو بیرون کنی از پنجره برمیگردم تو کلیسا، چون این تعهدی که به دارم و به کلیسا دارم ما برای اینه که اگر بیرون من بکنید هستن. میگه بگی برو آقا نمیخوایم، میگه هستن نمیرم. اون همون تعهد جدعون ها، تعهد روت و نعومی، تعهدی که میگه این از خود، این از خداست، این از انسان نیست. اون چیزی که از انسانه قطع میشه. هر میگیم تو کلیسا افرادو به انسان ها نچسبونیم. اگر ما به هم تعهدی داریم تو کلیسا، نباید تعهدای انسانی باشه، باید تعهدای آسمانی باشه. نباید این باشه که خب فلانی تو کلیسا من از این خوشم میاد دیگه، حالا دوست دارم با اینا مشارکت کنم. خیلی سطحیه، خیلی زود قطع میشه. ولی اگر اینه که نه، خداوند منو این تو این کلیسا گذاشته، خداوند منو به این جمع وصل کرده و این تعهد من تا به آخر با این جمع، چه به نفعم باشه چه نباشه، چه به هم بر بخوره چه نخوره. بین عروس و مادر شوهر دعوا پیش میاد دیگه، نمیاد؟ یعنی دیگه از اون روز به بعد اینا هیچ وقت دعوا نکردن، هیچ وقت مسئله نبود. ولی روت میگه نه، میدونم خواهد بود، ولی تا به آخر باهات هستم، تا پای موت، تا پای موت باهات هستم. اگر خدا من بین عروس و مادر شوهر اینطوری عمل میکنه، بین ما که باید خیلی بیشتر عمل کنه. در دلمون به هم چسبیده. آیا تعهدی که به هم و به کلیسا، یعنی به بدن مسیح دارید، از چه نوعه؟ از چه نوعه؟ چه تعهدی به خدا دارید؟ یعنی فکر کنیم با خدا من، ما خیلی زمینی روابط، حتی تو کلیسامون خیلی مواقع زمینیه، به نفعمون. آره دوست دارم مادم، نه دیگه آقا ما چیزی نمیگیریم دیگه، دیگه کلیسا نمیایم. یعنی بازم روی گرفتن و دادن است، خیلی مواقع تعهدمون به کلیسا است. ولی خداوند میخواد تعهد ما آسمانی باشه، تعهدی که به هم داریم تا به آخر. تعهد زن و شوهر اینطوره نیست؟ زن و شوهر وقتی ما خیلی مواقع این رو تو ازدواج این آیات رو میخونیم، هر جا بری میام، هر جا بمیری میمیرم. اینو گاهی تو خطبه عقد مسیحی این آیات رو گاهی خونده میشه. یعنی رابطه من و تو رو این نیست که امروز با هم دعوا کردیم یا نکردیم، یا خوبه یا بده، یا لذت میبرم یا نه، بهم برخورد، حرف کارتو تایید کردم نکردم. خیلی عمیق‌تر از ایناست رابطه ما، و خدا میخواد رابطه ما مسیحیان با هم
خیلی عمیق‌تر از اینا باشه. رابطه‌ای که با خداوند و با بدن او کلیسا داریم خیلی عمیق‌تر از اینا باشه. سوال اینه آیا هست؟ هست تو قلبتون؟ این از خود اگر دارید از خداست. اگر نداری بگو خداوندو بده، چون این من انسانی نمیخوام توی رابطه هم باشه. نمیخوام انسانی به کلیسای خداوند وصل باشم. من نمیخوام انسانی به شما وصل باشم. انسانی ضعیفه، انسانی بیشتر ضربه میزنه. آخرم دل سرد، آخر اون چیزی هم که از من انتظار دارید براتون انجام نخواهم داد. روابط انسانی آدم دیر یا زود دل سرد میشه. به یکی شوهر زن و شوهر ازدواج میکنی، اگه واقعا انسانی باشه بعد از ازدواج میبینی بابا این کی، این کیه باش ازدواج کردم؟ اون که فکر میکردم این چی میخواستیم چی شد، چه رویایی داشتیم، حالا این عوضی اومده کنار ما، شبام خور رو پف بکنه. میاد آدم میگه پاپا میشه، میگه بابا این کیه اصلا؟ یا شوهر پا میشه میگه این، نگاش میکنه میگه آرایش نکرده ندیده بودمش دیگه. همیشه قبل از ازدواج همشین آرایش کرده، ولی صبح که پا میشه دیگه اونی که فکر میکردم نیست. روابط زمینی داریم یا روابط آسمانی؟ خداوند رو دعا میکنم روابط ما زمینی نباشد، بلکه مهر تو رو روابط ما بخوره خداوند. و مثل روت ای خداوند میگیم کنار تو هستم، کنار تو هستم تا به آخر ایستادم، در نام عیسی مسیح آمین. میخوام بگم امروز صبح یکی از دوتا از خادمین ما هم تلفنی صحبت میکردیم، اشک منو در آوردن. من امروز رو فراموش نمیکنم به خاطر کار این دو نفر، صحبتایی که با من کردن، تعهدی که به خدا و به من دادن از لحاظ خدمتی. و حتی گفتن ما برای ساختمان آیم، ساختمانی که میخوایم بخریم، ما میریم جمع میکنیم میخوایم بیاریم بهت بدیم، فقط برای این که نشون بدیم قلبن به تو چسبیدیم. عشق من در اومد وقتی گفتن تا به آخر بادیس خواهیم ایستاد، و همینطوری هم حرفی نبود، میدونستم ظاهری نیست، همینطوری نیست که برای خوشی دل من، واقعا احساس کردم از روح خدا دارم میگم. بعد گفتم خداوندا زیادشون کن، زیادشون کن مردان و زنان خدا که از این چیزای انسانی گذشتن توی یه لول دیگه. واقعا به اینا افتخار میکنم، چون حرفاشون حرف انسانی نبود، معلوم بود خدا اینا رو توی مرحله بالایی برده، از یه جای دیگه ای صحبت میکردن، از یه لول دیگه ای صحبت میکردن، کاملا از آسمان، کاملا روحانی. یعنی چیزایی که میگفتن فقط اینه که حالا خوشحال برای دل من، معلوم بود از آسمان دارن سخن میگن. روابط ما، تعهد ما از آسمانه، وقتی از آسمانه بر روی زمین میوه میاره. دوم چیه؟ خدا همیشه به فکر نجات بشر بوده و هست. اینو میبینیم خدا براش فقط یهودی ها مهم نیستن، راهاب براش مهمه، یه روت یه غیر یهودی براش مهمه که نجات پیدا کنه، و بعد نجات پیدا میکنه و یه کتاب رو براش مینویسه. خدا بعضیا میگن حالا چرا خدا این قوم یهود حالا مثلا نظر کرده خدا بودن؟ بابا نه بدبختا، خدا جهانیان رو دوست داشت. خدا میگه من این قوم رو به یهودیان میگه، میگه شمایی که هیچ کس به حسابتون نمی آورد و انتخاب کردم تا تمام دنیا رو برکت بدم. یعنی حتی انتخاب ابراهیم، انتخاب قوم یهود برای اینه که میگه از طریق شما دنیا رو برکت میدم. یعنی بابا مسئله خودت نیستی تو رو برکت میدم، من میخوام دنیا رو برکت بدم، هدفم دنیاست، حالا تو یه وسیله. ما هم همینطوریم، ما یه وسیله. میگه به مسیح ایمان آوردی، نگو خدا برکت بده برکت بده برکت بده برکت بده، همه اینا رو اینجا جمع نکن، انبار نکن برکاتو. او خداوند رو برکت بده چون میخوام دنیا از من برکت بده، خداوند به من برکت بده تا این کلیسا از من برکت بگیره، از روحیه من، از ایستادگی من، از خدمت من. این دعای یه مرد و زنه خداست. خداوند منو قوی ساز در این کلیسا، منو برکت روحانی بده تا اون قسمت دومش رو بعد دعا کنیم. خیلی وقت تا این قسمت اولش دعا میکنیم، برکت بده برکت بده برکت بده برکت بده برکت بده. تا داره، تا خداوند من باعث برکت دیگران باشم. خداوند تو این کلیسا بذار من نمونه باشم، هر کی به من نگاه میکنه دل قوی بشه، دلش گرم باشه، محکم بشه، محبت بیشتر بشه، آرامش تو این کلیسا، روابط قوی تر بشه، فقط به خاطر وجود من. خداوندا من میخوام اون باشم.
چون تو میخوای دنیا رو نجات بدی. فقط هم ما نیستیم، خداوند کلیسا رو تازه میگیم خداوند این کلیسا رو برکت بده. چرا کلیسا رو برکت بده؟ تا این کلیسا باعث نجات هزاران نفر بشه. این کلیسا رو خدا به برکت بلند کن، برکت به کلیسا تموم نمیشه. این کلیسا باید بره بیرون و هزاران هزار نفر از طریق این کلیسا نجات پیدا کنه. نکته بعدی، ایمان ما باید بر فرهنگ و زبان و قومیت و غیرت ملی ما ارجحیت داشته باشه. به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم، به زبانمون، به قوم خودمون، ولی نه بالاتر از فرهنگمون. روت رو میبینیم، کشورش رو دوست داره، زبانش رو دوست داره، قوم خودش رو دوست داره، ولی حاضر به خاطر خدا بابا اینا رو ول میکنم میرم توی سرزمین جدید که غریبه هستم. غریبه هستم. چقدر حاضریم که جامون رو عوض کنیم. حالا ایران که برای ما غریبه نیست بابا، کشور خودمونه. ولی سوال من اینه، وقتی ایران درهاش اگه باز شد، یه زمانی باز شد، اگر نداره خدا من قول داده ایران رو نجات بده، و زمانی که باز شد چند نفر خارج کشور پا میشن میرن میگن خداوند یا اینقدر جا خوش کردیم و دیگه راحتیم و خونه داریم و اینا، چند نفر میگه خداوند الان وقتشه که از من استفاده کنی، الان وقتشه که من بفروشم، الان وقتشه که مختصر زندگی کنم، ساده کنم زندگیمو تا بتونم خدا رو خدمت کنم، یا تا به آخر تو این خونه‌های بزرگتر، ماشین‌های نوتر، تا یه روزی هم تلپ بی بفتیم بمیریم دیگه اونه. یا اینکه خداوند میخوام از من استفاده کنی و برای فرهنگ خودمون و فرهنگ‌های دیگران، برای دیگران. چقدر برای افغان‌ها دل داریم. حالا من میگم ایرانی، حالا بلافاصله بعد از ایرانی افغان و تاجیکی و اونایی که خیلی به ما نزدیک‌ترن. گاهی اینقدر دایره محبت ما کمه که خود ایرانی‌ها رو هم به زور مثلا بگنجونیم. همون از میان ایرانی‌ها تازه یه تعدادی کمی، آره مالش اهل شیرازی، بله شیرازی‌ها رو ما دوست داریم. ترک نخ آقا نخواستیم. یعنی خود بعضی واقعا ما حتی تو خود ایران هم تعصب داریم. بین تهرانی و نمیدونم شهرستانی و ترک و کرد. یعنی اینقدر دایره محبت ما کمه، گاهی اینا رو هم در بر نمیگیره. چه برسه که به عربا و به تاجیکا و افغانها و بقیه دنیا برسه. دعا میکنم قلب ما قلب خدا باشه و دل ما، نه فقط قوم ما بلکه هر قومی رو که خدا سر راه ما میذاره، در بر بگیره. خداوند تو رو شکر میکنیم برای کاری که در میان ما میکنی. خداوند دعا میکنم این دلی که در روت میبینیم، دلی که در جدعون میبینیم خداوند، بر اون سربازان میبینیم، در ما بکاره خداوند. اگر سر این کلاس میایم نه فقط برای زیاد دانشمونه، بلکه میخوایم قلب ما، روح ما شکل بگیره خداوند، هم دل تو بشیم خداوند، هم فکر تو بشیم پدر. دعا میکنم از میان این کلاس، از شاگردانی که با جدیت خداوند تو رو دنبال میکنن، مردان و زنان خدا بلند کنی، رهبران جدید در این کلیسا، در کلیساهای دیگه خداوند، قوم خودت رو متبارک کن با مردان و زنان نمونه خداوند. و دعا میکنم این کلاس، تک تک عزیزانی که تو این کلاسن، هیچ کدوم نیفتن، بلکه هر کدوم به پوری تو، به کاملیت ماموریت تو برسن خداوند. هر کدوم باعث بنا و تشویق و دلگرمی، هر کدوم باعث گسترش ملکوت تو بشن خداوند، در نام عیسی مسیح. آمین.